بینندگان گرامی یو اس ایران تی وی، اجازه بدید که از تهران بزرگ با هوای گرم و آفتابی از استودیوی قشنگ و زیبای بازگشت میدیا به شما سلام کنم و روز بخیر بگم به هممیهنانم در اون سوی آبها. من جلیل مرتضوی هستم. امروز جمعه 27 خرداد 1401 خورشیدی و برابر است با 17 جون 2022 میلادی. امیدوارم در هر جای جهان بر وسیله‌ای که ما را میشنوید و یا ما را میبینید میبخشید که این برنامه یک کمی روش فرق کرده. وقتی که من اومدم تهران، خب یه چند روزی دوچار این سانحه ساحلی و هوایی و سرماخوردگی و اینا شدم، به خاطر جابجایی هوا بوده دیگه. خوشبختانه چیزی جدی نبوده، ولی خب صدام اینا دچار یه مقدار تنش بود، ولی به هر حال خدا رو شکر همه چی تقریبا خوبه و بچهای بازگشت میدیا ماشاءالله چه کارهایی کردن، دست تمام گذاشتن، دو سه تا از اون آیتی های نامبر وان نشستن، چه استودیویی برای من درست کردن، همه این کارا رو کردن. ولی دوستا بلا به من دادن که هزینه دیدم، ای بابا من که اینجا چیزی ندارم به اینا بگم. پرویز حقو در تورنتو لطف کردن تمام هزینه، هزینه هم بالاست، نمیخوام به شما بگم، میخوام میترسم یه مقدار بترسید ببینید که همه چی در ایران گرونه. ولی خب ممنونم از پرویز حقو که از اسپانسرهای اصلی و مدیر برنامه‌های ما بوده همیشه در طول سالها، چیزی تازه ای نیست. به هر حال سپاسگزارم. دوستان یه چیزی عجیبیه، اولا یکی دو خاطره خدمتتون بگم. از وقتی که اومدم و یک کمی حالم بهتر شد، خب بچه ها اینجا کبابینا رو انداختن، گفتم حالا که اینا مشغول درست کردن کباب، ما هم با بچه ها بریم سر کوچه یه مقدار زغال بگیریم از بقالی محل، هم سلام علیک کنیم که بگیم به هر حال ما اومدیم دیگه، همیشه به این همسایه ها سر میزنیم. خلاص رفتم تو، گفتم که فلانی زغال دارید؟ گفت آقای مرتضوی زغال هم داریم. با خنده گفتم نه بابا من اهلش نیستم، این بچه ها کباب درست کردن، زغال نبود. گفت فعلا با زغال هم خیلی میچسبه. خلاص یه بار شوخی کردیم. بعد یکی از چیزایی که من خیلی جالبه، گفتم زغال دارید؟ گفت ببینم پولتون نقده؟ من نمیدونم، همه چی گرونه. گفتم بابا من نمیخوام مغازه شما رو بخرم که، زغال میخوام. خلاصه یه مده خوشی بش کردیم. دوستا من از وقتی که از امریکا اومدم، مثل اینکه امریکا به هم ریخته. خیلی از دوستان من میگه آقا از وقتی که باستان رو ترک کردی اصلا وضع کاملا کشت و کشتار که سر جاشه. امروز هم میدونیم در آلاباما وارد یک کلیسا میشه، یک ازگلی میزنه، یکی دو نفر رو میکشه، چند نفر، این چیزی عادیه. ولی بازار سهام به هم ریخته، بازار با کله اومده، اصلا هیچکی هم نمیتونه کنترلش کنه. و از همه اینو مهمتر، تورم، گرانی، سفری که آقای بایدن میخواد به خاورمیانه بکنه، از اسرائیل و عربستان دیدن بکنه، مثل اینکه این سفر به قول خودشون سرنوشت سازه و بیشترین صحبت هم در رابطه با ایران خواهد بود. ولی همه اینا رو بذاریم کنار، نشون میده که خدا رو شکر ایران در منطقه حرف اول میزنه، یا با ایران کنار میان یا نمیان، راه دیگه‌ای وجود نداره. اینا اومدن این همه هارتپوت کردن در مورد اوکراین، الان روسیه نه تنها جنگ برنده است، اوکراینی هم چپ و راست میمیرن و بدبختی، گرفتاری و آخر امریکا، یعنی در دو سه هفته اول جنگ این همه تبلیغات، هارت پول امریکا همیشه همینه دیگه، میگه اینا تبلیغات برنده شدن، روسا دارن جنگ برنده میشن. با همون باید حرف هنری کیسینجر گوش میکردن، اون گفت هر چی روسا میخواین در اوکراین بدین، بریم باشون مذاکره، راه دیگه وجود نداره دیگه. اون هنری کیسینجر امریکاست، از هنری کیسینجر ایران دکتر حسن عباسی کی اینو گفت؟ آقا خط قرمز روسا اوکراینه. درستم میگه، سه هفته بعد از اینکه ایشون این حرفو زد، هنری کیسینجر اومد گفت هر چی روسا میخواین بدین،
بره پی کارش. برحال دوستان، چیزی که میخوام خدمتتون بگم، فلسطینی ها مثل این که مقاومتشون داره پیروز میشه، چون در خاورمیانه یه خبرایی داره میاد. ولی تنها چیزی که در ایران نگران کننده هست، نه به خاطر برجام، نه به خاطر اوضاع منطقه، نگران کننده فقط این قیمت هاست. من هر جا رفتم، تو هر مجلسی صحبت میکنم، بحث و گفتگو فقط قیمت هاست. اگر دولت آقای رئیسی قیمت ها را نتونه مهار کنه، ما با یه مشکل اساسی، چون ببینید قیمت ها بالاست و وضعیت مردم زیاد خوب نیست. اکثریت دارم میگم، نه اونایی که ماشاءالله تو بالای شهرن و برای اون اصلا پول مطرح نیست، ولی برای اکثریت توی همه این صحبت، حالا بس زیاده، اینو میخواستم چون بچه ها استودیو رو درست کردن، گفتم بیا حرف بزن ما آپلود کنیم ببینیم اصلا این به نتیجه رسیده یا نه. تا الان که به من اشاره میکنم مثل این خوشبختانه همه چی خوب داره پیش میره. و اما یه چیز دیگه هم خدمتتون بگم تا انشالله بعدا در برنامه های آینده مفصل در مورد اوضاع امریکا ایران اینا با شما زیاد صحبت خواهم کرد. این همه پیام های مهرآمیز از شما رسیده، فقط یکی از این پیام ها یه عزگری برای من یه پیام گذاشته بود، این خیلی خنده داره. این یارو مثل اینکه تو کانادا زندگی میکنه، گفتش که جلیل مرتضوی، تو که همیشه خودتو میگی یه بچه شیعه دهاتی هستی فلانی، نشون میده که تعطیلات خوش میگذره، ترک خر، به جای اینکه این پولتو بری تو خارج خرج کنی، میرفتی ایران، اقلا این پولتو تو ایران خرج میکردی، چرا میخوای بری تعطیلات این برام؟ حالا من میخوام به این ازگل اولاق بگم آقا من تو ایرانم، تو کدوم گور هستی؟ اینکه نمیدونست که پیامارم ندیده حتما که من در ایرانم، جایی نرفتم برای تعطیلات. ببخشید دوستان از این ادبیات، چون هنوز من ادبیات باستان استفاده میکنم، چون هنوز فارسی اینجا راه نیفتاده، انشالله که برم کلاس ملاس شاید از ادبیات بهتر استفاده کنم، یا شاید بتونم از ادبیات تحلیلگر دوستای دیگه. خلاصه ایران ماشاءالله اهل ادب زیاده، فقط ما بی ادبای که میایم از خارج باید یاد بگیریم. برای دوستان ممنون، سپاسگزارم از مهر و محبت همیشگی شما به این برنامه، به مخلص و به هر حال از دوستانی که همیشه پشتیبان این برنامه هستن، حمایت میکنن، سپورت میکنن، صمیمانه سپاسگزارم. انشالله بتونم در یکی دو روز آینده برگردیم با هم بررسی کل اوضاع کشور از دیروز تا امروز، کشور امریکا و در ارتباط با مسائل ایران و بررسی مطبوعات، چون حسابی همه چی رو الان آماده کردم گذاشتم دم دستم، فقط کافیست که بشینم و یه مقدار مطبوعات خارج رو مطالعه کنم تا با شما در میان بذارم. به هر حال سپاسگزارم از وقتتون، تا برنامه بعد همه شما را آزم. نه یه چیز دیگه دوستان، اگه از ایران کاری دارید، سوالی دارید، چون بعضی از دوستان اون موقع من میگفتم من میخوام برای ادامه به حساب زندگیشون وقتی بازنشسته شدن تو خارج میخوام بیان ایران، هر سوالی در رابطه با اومدن به ایران، زندگی در ایران چی کار بکنید، اطلاعات در مورد هر قوانینی، فقط کافیست که با من تماس بگیرید. خوشحال میشم که این اطلاعات رو در اختیارتون بذارم که تصمیم بهتری بگیری. تا برنامه بعد همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدار شما باد.